سلام سلام كمسك الختام بنام خداوند بخشنده مهربان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد مصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عزیزان امروز ما درس دویم را آغاز میکنیم درسی دویم موافق این برنامه حرف را میباشد اول با شما مخرج حرف را را میبینیم ببینید مخرج حرف را این سری زبان به کام میرسد ر را ر تکرار کنید ر را حس کرده استاده سری زبان شما به اولی کام یعنی سرچوی کام می رسد جایی که دندان ها تموم می شوند کام سر می شود ر ر را این بود مخرج حرفی را اکنون بیایید حرف را را با حرکت ها می خونیم. حرف را با فتحه چونین خونده می شود را را یعنی که غفظ خوانده می شود را نه بلکه را را حرف را با کسره باری خونده می شود ری ری حرف را با دمه چونین خونده می شود رو 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 یعنی غفظ خونده می شود این را در یاد دارید که حرف را با فتحه و با دمه غفظ خونده می شود. را رو و با کسره باریک خونده می شود. ری این از یکی از صفت های حرف را در دفتر خود نویسید تا فراموش نکنید. اکنون بیاید طرز نوشتن حرف را را با شما می بینیم. ҳарфи роҳ ҳарфи душакла мебошад ва дар аввал чунин навишта мешавад аз боло ба поён аз хат мегузарад ва дар байн чунин навишта мешавад аз боло ба поён аз хат мегузарад ва дар охир чунин навишта мешавад аз боло ба поён و در الهیدگی چونی نوشته می شود از بالا به با پایان مانند در اول یعنی ببینید حرفی را دو شکل داشته است در اول و در الهیدگی یک خیل نوشته می شود و در بین و در آخر یک خیل نوشته می شود حرفی را حرفی می باشد که پیش از خودش به حرفی دیگر پیوست می شود و بعد از خودش به حرفی دیگر پیوست نمی شود اکنون بیایید در پیش حرف را الیف را می گذاریم. چون این خونده می شود. ار ار الیف با فتحه ار ببینید در این حالت هم حرف را غفص خونده می شود. و سبب که فتحه آمده است پیش از حرف را. آن دوره که در روی حرف را می بینید این سکون است و حرف را با سکون آمده است. سکون این علامتی می باشد که نشان می دهد حرف یگان حرکت ندارد یعنی حرکت های ای ای او ندارد مثال دویم الیف کسره حرف را با سکون ایر ایر در این حالت حرف را باریک خونده می شود به سبب که کسره ای که پیش از حرف آمده است ایر ایر و در مثال سیوم پیش از حرف را الیف با دمه آمده است. چون این خونده می شود. اور 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 ببینید حرف را غفظ تلفظ کرده می شود. به سبب که دمه یکی پیش از حرف را آمده است. باری دیگر تکرار می کنیم. ار ار ایر ایر اور اور ببینید ار غفص خونده می شود. ایر باریک خونده می شود. حرف را, را غفص خونده می شود. عزیزان این بود پایانی درسی دویم. وظیفه خانگی، قاعده ها و حرف را را در دفتر کاری خود بنویسید فراموش نکنید که تنها گوش دادن این نوار و شما کفایگی نمی کند. شما باید این درس را تکرار کرده ودار دفتر هنا بسيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته